9,000 feet high. دومین مانع عمده و در حقیقت اولین مانع کوهستانی صعب العبور با 9000 پا ارتفاع پوشیده از صخره‌های تیز و عمودی با شبکه‌ای از رگه‌های سنگی تنگ و باریک. 500 خانواده همراه با ده‌ها هزار احشام با سر و صدای زیاد در حالی که همچنان با تلاش به سمت قله کوه منار حرکت می‌کنند در میان این رگه‌های سنگی ناپیدا هستند. Everybody hates the rain, especially Jafar. همه از این باران متنفرند، به خصوص جعفر، زیرا برنامه زمان بندی شده ی آنها به هم می‌خورد. چادرها که از موی بز توسط زنان بافته شده اند آب را جذب کرده، سنگین شده و در نتیجه حمل آنها برای حیوانات مشکل می‌شود. این نسیه هم باید بارو همون منی آره پیشه در چه پیه همون منی آره اینجا شیمبار است. اشایر از دو هفته قبل چیزهایی درباره اینجا برای ما نقل کردند. شیمبار یعنی شیرین بهار. جعفر میگوید شیمبار همچون یک بهشت است.
او هر سال تقریبا 3 روز در اینجا اسکان می گذیند که فرصت مناسبی برای چرای گوسفندان و دانه چینی مرغان است، چرا که باید برای مشکل ترین بخش کوچ آماده شوند. اما شینبار خطرناک هم هست. 2 سال قبل برادر بهمن، سرچوپان جعفر، به وسیله یک گراز وحشی کشته شد و سال گذشته خود بهمن با یک گراز وحشی درگیر شد، ولی او با پایین انداختن گراز از گذرگاه با چوب دستی آن را کشت و جان خود را نجات داد. جعفر مکتوب مناسب برای اسکان را پیشا پیش برای مالش معین می کند. هنگامی که جعفر تصمیم به توقف می گیرد، توقف کنید. هنگامی که دستور رفتن می دهد، بروید و اگر آماده نباشید، عقب خواهید ماند. اگر جعفر محلی را دوست نداشته باشد، به راحتی جای مال را عوض می کند. سال گذشته مال در یک شب چند بار جایش را عوض کرد. این عمل زمانی انجام می‌گیرد که هوا بد باشد، ولی امسال هوا در شینبار تغییر کرده. شینبار قلمرو طایفه موری است، منطقه‌ای که برای گوسفندان چندان امن نیست. اما گوسفندان جعفر از این بابت مسئول هستند، زیرا خواهرش همسر فیض‌الله کلانتر طایفه موری است. فیض‌الله هر ساله مهمانی مفصلی برای جعفر و افرادش به پا می کند. معمولا زنان در این مهمانی شرکت نمی کنند، اما خواهر جعفر که به بی بی معروف است از این قاعده مستثنا است. سلام علیکم.